بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مؤمنه به فرمان روای عالمیان سید فاطمه روحانی هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و شاگردان بزرگوار ماوراء طبیعه. برای رفع افکار منفی، اضطراب، عدم اعتماد به نفس و تصمیم گیری، شک، بدبینی، ناامیدی و غم و هر نوع ترسی که دارید این ویدیو رو گوش بدید. سوره یوسف هستیم، آیه 62 رو میخونم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یا رب به شما پناه میبرم از وسوسه نیروهای منفی و انرژیهای شیطان. میفرمان که آگاه باشید که دوستداران خدا را هیچ ترس و اندوهی نیست. دوستداران خدا آن کسانی هستند که ایمان آوردند و پرهیزکاری پیش نمودند. در زندگی دنیا و در آخرت بشارتها بر آنهاست. برای کلمات خدا تغییر و تبدیلی نیست. سعادت و پیروزی بزرگ همین است. سخنان آنها تو را افسرده و غمگین نسازد. تمام عزت و بزرگی مخصوص خداست. او بر تمام گفتار مردم شنوا و بر اعمال همه آنها دانا و آگاه است. آگاه باشید، هر که در آسمان ها و هر که در زمین است همه متعلق به خداست و مشرکان آنچه را که غیر از خدا می خوانند جز از تخیلات واهی و بی اساس پیروی نمی کنند و چیزی جز دروغ نمی گویند. او خدایی است که شب تار را برای آسایش شما و روز روشن را برای تلاش معاش مقرر فرمود. مسلماً در این گردش روزگار نشانه‌هایی است برای مردمی که گوش شنوا دارند. کافران و خدا ناباوران گفتند خدا فرزندی برای خود اتخاذ کرده. چنان نیست، او منزه است و هم بی نیاز. هرچه در آسمان ها و هرچه در زمین است همه متعلق به خداست. شما هیچ گونه دلیل و برهانی بر این افترا و دروغتان ندارید. آیا درباره خدا چیزی را به زبان می آورید که نمی دانید و به ماهیت آن اطلاع ندارید؟ بگو کسانی که به خدا نسبت دروغ می دهند هرگز رستگار نخواهند شد. آنان بهره و نصیبی در این دنیا دارند، سپس بازگشتشان به سوی ما خواهد بود. آنگاه عذابی سخت به کیفر کفرشان به آنان می چشانیم. یا پیامبر، برای آنان حکایت نوح را بازگو کن که به قوم خیش گفت ای جماعت، اگر مقام رسالت من و تذکرات من درباره آیات خدا برای شما گران آمده و نمی خواهید آن را بپذیرید، خودتان مسئول اعمالتان هستید و من تنها به خدا توکل کرده ام و از شر شما به او پناه می برم. آنگاه شما هم به اتفاق معبودانتان هر گونه تدبیری برای قتل من دارید متمرکز سازید و این کارتان برای شما تأسف آور نباشد و درباره من هرچه می خواهید انجام دهید و به من مهلت ندهید. پس اگر از تصمیمتان منصرف شوید و نصایح مرا قبول کنید، من برای رسالتم مزدی از شما نمی خواهم. پاداش من تنها با خداست و به من امر شده است که از مسلمانان باشم. ولی او را مورد تکذیب قرار دادند و در صدد قتل او برآمدند و ما او را و پیروانش را در کشتی نجات دادیم و آنها را جانشین گذشتگان کردیم و کسانی را که منکر آیات ما بودند غرقشان ساختیم. پس بنگر که سرانجام کسانی که به اخطار پیامبران توجهی نکردند چگونه بود.
سپس بعد از نوح پیامبرانی به سوی قومش فرستادیم و پیامبران دلایل روشن آوردند، ولی آنچرا که گذشتگان آنها تکذیب کرده بودند، آنها نیز مورد تکذیب قرار دادند و ایمان نیاوردند. بدین سان بر قلب زورگویان و سرکشان مهر شقاوت می نهیم. سپس بعد از آن پیامبران موسی و هارون را با آیات خود برای هدایت فرعون و بزرگان قومش فرستادیم، ولی آنها تکبر نمودند و غرور ورزیدند، زیرا جماعتی مجرم بودند و به گناه کردن عادت داشتند. همین که حق و حقیقت از جانب ما برای آنان آمد، گفتند این سحریست آشکار. موسی گفت وقتی که حق و حقیقت برای هدایت شما آمده است، آیا میگویید که این سحر و جادوست؟ و حال آنکه ساحران هرگز موفق و رستگار نمی شوند. گفتند آیا شما آمدید ما را از آیینی که پدران و نیاکان ما بر آن بودند باز دارید تا شما دو نفری روی زمین ریاست کنید؟ ما هیچگاه به شما ایمان نخواهیم آورد. فرعون گفت هر چه ساحر دانا و ماهر هست نزد من بیاورید. هنگامی که ساحران گرد آمدند، موسی به آنان گفت اول شما بساط جادویی خود را بیندازید. آنگاه ساحران بساط خود را پهن کردند. موسی گفت آنچه آوردید جادوست و خدا آن را باطل خواهد کرد، زیرا خدا اعمال فسادکاران را سامان نمی بخشد و خدا با کلمات و آیات خود حق و حقیقت را ثابت و استوار می سازد، هرچند مجرمین و گناهکاران را خوشایند نباشد. بنابراین غیر از عده کمی از جوانان قوم از ترس مجازات فرعون و بزرگان قومش به او ایمان نیاوردند، زیرا فرعون در زمین بسیار جاه طلب و از تجاوزکاران بود و در شکنجه و انتقام بسیار سخت گیری میکرد. موسی گفت ای جماعت، اگر شما حقیقتاً به خدا ایمان آورده اید و مسلمان هستید، به خدا توکل کنید. آنان گفتند ما تنها بر خدا توکل کردیم. پروردگارا ما را وسیله آزمایش برای جماعت ستمکار قرار مده و ما را به رحمت خیش از شر این جماعت کفر پیشه رهایی بخش. به موسی و برادرش هارون وحی فرستادیم که شما برای پیروانتان خانه هایی در مصر بگیرید و خانه های خود را عبادت کنید و نماز برپا دارید و مؤمنین را بشارت باد. بر این که آسیبی از طرف فرعون برای شما نخواهد رسید. موسی گفت خدایا، در حقیقت شما خود به فرعون و بزرگان قومش در زندگی دنیا تجملات و مال و ثروت دادید. پروردگارا شما خود می دانی که بندگان شما را از راه و طریق شما گمراه می کنند. پروردگارا مال و ثروتشان را محو و نابود کن و بر آنها سخت بگیر. آنها تا عذاب دردناک را مشاهده نکنند ایمان نخواهند آورد. خدا فرمود دعای شما را مستجاب کردم، پس استقامت داشته باشید و از راه و روش مردم نادان و جاهل پیروی نکنید. ما بنی اسرائیل را از دریا رود عظیم نیل عبور دادیم. فرعون و سپاهیانش با ظلم و تعدی آنها را تعقیب کردند. هنگامی که فرعون فهمید غرق می شود، گفت من ایمان آوردم، با این که معبودی جز خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند نیست و من نیز از مسلمانانم. خطاب شد اکنون ایمان آوردی؟
و حال آنکه قبلا عصیان نافرمانی می کردی و از مفسدین و بدکاران بودی، پس ما امروز جسد تو را به ساحل می رسانیم تا عبرتی برای آیندگان و بازماندگانت باشد، با آنکه بسیاری از مردم از آیات قدرت ما غافل و بیخبرند. ما بنی اسرائیل را در سرزمین راستان مسکن دادیم و نعمتهای پاک روزی آنها کردیم. آنان تا ظهور پیامبر خاتم و قرآن اختلاف نظری در آمدن او نداشتند، اما بعد از آمدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مخالفت با وی برخاستند. پروردگار تو روز قیامت میان آنان در مورد آنچه اختلاف می کردن حکم خواهد کرد. اگر از آنچه بر تو فرستادیم در شک و تردید هستی، پیروان تو در شک و تردید هستند. از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی می خوانند بپرس و بدان آنچه بر تو آمده است درست از جانب پروردگار توست. پس هرگز از تردید کنندگان مباش و از کسانی مباش که آیات خدا را تکذیب کردند که از زیانکاران خواهی بود. البته کسانی که مستحق حکم عذاب پروردگارت شدند ایمان نیاوردند، هرچند تمام آیات برای آنان بیاید تا وقتی که عذاب دردناک را مشاهده کنند. مردم هیچ شهر و دیاری نبود که ایمان بیاورند تا ایمانشان به آنها سود برساند، مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند ما عذاب ذلت و خاری را در زندگی دنیا از آنها برداشتیم و آنها را تا مدتی معین بهره‌مند ساختیم. و اگر پروردگار تو بخواهد تمام مردم روی زمین همگی ایمان بیاورند تواناست. آیا تو میخواهی مردم را با اکراه و اجبار وادار کنی که ایمان بیاورند؟ هیچ کس ایمان نمی آورد مگر به توفیق خدا، و خدا پلیدی را بر کسانی قرار می دهد که عاقلانه فکر نمی کنند. بگو با دقت تمام به آسمان ها و زمین نگاه کنید تا نشانه های قدرت خدا را ببینید. این آیات و اخطارها جماعتی را که نمی خواهند ایمان بیاورند از عذاب باز نخواهد داشت. آیا مردم انتظاری جز نظیر روزگار مصیبت بار گذشتگان را دارند؟ به آنان بگو منتظر باشید، من هم با شما منتظرم. سپس پیامبران را با کسانی که ایمان آورده بودند نجات دادیم و بدین سان بر خود فرض و واجب نمودیم که مؤمنین را نجات بخشیم. بگو ای مردم، اگر شما از دین من در شک و تردیدید، من هرگز آن بت‌ها را که شما می پرستید نخواهم پرستید، ولی من خدایی را میپرستم که شما را میمیراند و به من فرموده که از مؤمنین باشم و نیز فرموده که روی خود را به سوی دین حنیف متوجه کن و هرگز از مشرکان مباش، و به من فرموده بت‌ها را که سود و زیانی به حال تو ندارند پرستش مکن، و اگر چنین کردی هر آینه از ستم کاران خواهی شد. و اگر خدا برای تو رنج و ضرری بخواهد، جزو کیست که آن را برطرف سازد؟ چرا میگن واسه امام حسین گریه کن و واسه حضرت علی گریه کن، واسه حضرت زهرا گریه کن؟ هم رنج تو بر میداره، هم همه چی تو بر میداره. بعدش هم خب میگن تا نمک آشپزخونه تو از خانم حضرت زهرا بخواه. خب معلوم نیست خدا اینجا کجاست، من نمیدونم. و این چه نوع آیینیه، این چه دینیه، این چه روشیه که مردم به بت‌پرستی وادار میکنن؟ و
و اگر خیر و رحمتی بخواهد فضل و بخشش او را بازدارنده ای نیست و آن را به هر کس از بندگانش بخواهد می بخشد و خدا آمرزنده مهربان است. نه خدا نه نعوذم بالله نه آمرزنده است نه مهربان است. خدا به بنده هاش کار نداره. خدا فقط 14 تا به قول اینا امام و معصوم و اینا گذاشتن با 1400 تا 124,000 تا پیامبر و بعدش هم توی مدت 40 سال 40 و چند سال هم که تولید امامزادگان شده در ایران، یعنی امامزاده یاب گرفتن تو هر شهری یک دفعه 100 تا 200 تا امامزاده پیدا شد. پناه به خدا میبرم و میفرمان بگو ای مردم، حق و حقیقت از جانب پروردگارتان برای هدایت و ارشاد شما آمد. هر که هدایت یافت برای خود هدایت یافته است و هر که گمراه گشت برای خود گمراه گشته است و من وکیل و جوابگوی کارهای شما نیستم. یا پیامبر، آنچه به تو وحی می شود از آن پیروی کن و صبر و تحمل داشته باش تا حکم خدا برسد و او بهترین حکم کننده است. سوره هود. به نام خدای بخشنده مهربان. الف لار را. کتابی است که آیات آن محکم و قاطع است و از جانب خدای با حکمت و آگاه از حقایق بیان گردیده است. این قرآن برای آن نازل شد که جز خدا هیچ کس را نپرستید و من از طرف او برای شما اخطار کننده و بشارت دهنده ام. و اینکه از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوی او بازگردید و از اعمال قبیح توبه کنید که شما را تا اجل معین بهره نیکو بخشد و فضل و رحمت خود را بر هر صاحب بخششی عطا فرماید و اگر رو برتابید من برای شما از عذاب روز بزرگ می ترسم. بازگشت همه شما به سوی خداست. نه، این آیات قرآن نعوذ بالله همه اشتباهه. چی گفته بازگشت به سمت خداست؟ اول شما حضرت علی با شما رو عبور بده. حالا معلوم نیست پل صراط و اینا کجا آوردن، نمیدونم که از تیغ لغزنده تر، از مو باریک تر، از صابون لیز تر، از فلان. فقط هم این ائمه هستن دستای شما رو میگیرن و از این پل عبور میدن. امیدوارم که خدا جزای شما رو در دو دنیا بده که انقدر شماها بدید، یعنی به معنای کلمه واقعی بد، که این همه آدم رو در این چند قرن بیچاره کردید که فقط مفت مفت را برید و بخورید و آخرش هم بگید ما واسه خدا کار میکنیم که مردم رو به خدا وصل کنیم. من نمیدونم این کجای خدا این وصل میشه وقتی که هر کس هر چی میخواد از علی بخواه، از پیامبر بخواه، از حسن بخواه، از حسین بخواه، از نمیدونم این بخواه اون بخواه. خدا کجاست؟ چون خدا میگه خدا گوش به حرفتو نمیده که. پس یا شماها دارید دروغ میگید یا آیه به آیه قرآن داره دروغ میگه. مگه میشه؟ من یقین دارم خداوند چیزی به سر شماها میاره که در داستان ها بنویسن اینا رو. سب کنید به نام خداوند بخشنده مهربان. و بازگشت همه شما به سوی خداست و او بر همه چیز تواناست. آگاه باش آنان که اسرار باطنی خود را فاش نمی سازند و از خدا پنهان می دارند و جامهایشان را بر سر می کشند تا حقایق را نشنوند. بدانند آنچه را که در نهان آشکار به عمل می آورند خدا همه را می داند. او از اسرار دل مردم به خوبی آگاه است. الله غفور، 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 الله غفور،
الله غفور 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 يا الله الله غفور 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 الله